بسم الله الرحمن الرحیم بلک چاری هفتم مضمون به پروگرامینگ توی تان خوش آمدین. امروز در لکچر هفتم درباره یک فریم ورک پی اچ پی گپ میزنیم که عبارت از لاراول فریم ورک پی اچ پی است و درباره اینتروداکشن با لاراول صحبت میکنیم و همچنان کوشش میکنیم که لاراول انستالیشن در این لکچر فرا بگیریم. این لکچر ششم با ادامه لکچر هفتم میبخشین با ادامه لکچر ششم است، جایی که ما پیدیو اکستنشن پی اچ پی را خوانده بودیم و تا لکچر آخر لکچر ششم را خلاص کرده بودیم. بعد از این کورس تان سیومین کلان تاپیک که شروع میشه و ای است که ما باید یک فریم ورک پی اچ پی را فرا بگیریم و را یاد بگیریم. تا به حال ما کارهایی که میکردیم معمولا با استفاده از پروسیجرال پی اچ پی بوده، یا با اصطلاح بگیم را پی اچ پی بوده، که در اونجا ما شما در وب پروگرامینگ وانتان درباره پروسیجرال پی اچ پی گپ زدیم و بعدا در شروع مضمون وب پروگرامینگ توی ما object oriented پی اچ پی را شروع کردیم و بعدا هم یک extension پی اچ پی را خواندیم. extension database پی اچ پی است که عبارت از پی دی یو بوده که وام بیسد آن آبجکت اورینتد دیزاین و پترن دیزاین شده بود که میتونستیم مختلف دیتابیس ها را با استفاده از سیم ابستراکشن لیر و سیم ابستراکشن لیول و یک طریقه کود و یک مکانیزم کلشان کنه بکنیم استفاده بکنیم. مگر باز هم گرچه ما آبجکت اورینتد لی استفاده میکنیم یا پروسیجر استفاده میکنیم، وی ور نات فالوینگ انی فریم ورک تل یت. تا به حال ما هیچ کدام فریم ورک فالو نمیکردیم، ما با اصطلاح از کور پروگرامینگ لنگویج پی اچ پی استفاده میکردیم، which had some benefits and saw some drawbacks. مگم mostly چی بود؟ زیاد تیریز بود، زیاد به اصطلاح سپگری کور از جور می شد. یعنی که شما خودتان شاید بودین که ما اگر یک کار می خواستیم بکنیم، ما با اکثر فایلا چی بودیم دست و گریوان می بودیم که و اکثرا فایل سترکچر و دایرکتری سترکچر خود ما می ساختیم. کدام فایل سترکچر، دایرکتری سترکچر استاندارد فالو نمی کردیم، یعنی بنا بر کریتیویتی، بنا بر سکیم می آیی و بنا بر کودینگ پترن یک پروگرامر و یک دیولپر دیپند می کرد تا لکی ما کار میکردیم که چطور فایل سترکچر خدا جور میکنه، چه قسم فایل ها و فولدر ها را منتین میکنه، کنفیگریشن فایل ها را چطور منتین میکنه، کود فایل ها را چطور منتین میکنه، وی همه چیز. But we have frameworks. امروز درباره پی اچ پی فریم ورک گپ میزنیم. موستلی در اکثر پروگرامینگ لنگویج ها ما بجز از اینکه استاندارد پروگرامینگ لنگویج کور کانسپتس داریم، ما فریم ورک هم داریم. درباره فریم ورک اگر اولا گپ بزنیم که فریم ورک چی است و چرا استفاده می کنیم، بعدا که لاراول فریم ورک پی اچ پی چی است. قسم گفتم ما فریم ورک با دو سه طریقه تعریف کرده می توانیم. اینجا ما براتون یک خردوار نوت تهیه کردیم، شما از این باز بخونین. If we say a framework, a collection of program that you can use to develop your own application, it is built on the top of programming language. In framework is a set of pre-written code libraries designed to be used by developers. یعنی که یک framework basically یک بخشی یک programming language است. بخشی به این معنی که خود در همون programming language یک framework تهیه میشه و دیزاین میشه. بالا یک programming language ما یک framework بیلت میکنیم. یعنی که اگر ما میگم که framework PHP، معنیش این است که این یک framework است که بالای PHP programming language دیزاین شده است، بالای از او جور شده است، بالای از او تهیه شده است. خب یکی بالا یک پروگرامینگ لنگویج یک فریم ورک دیزاین میشه یا جور میشه، تهیه میشه، چرا، برای چی هدف، چرا ما از امو پروگرامینگ لنگویج از کور کانسپت و از کور استراکچر سنتکس چرا استفاده نمی کنیم که بک فریم ورک رو میگردانیم. این زیاد فواید دارن. بازشان اینجا ما براتون میگم، بازشان ما که با این فریم ورک پیش پی پیش بریم، شما خودتان ابزرو میکنید که چقدر سهولت یک فریم ورک میده. یکی که وقتی که یک فریم ورک بالا یک پروگرامینگ لنگویج جور میشه، تهیه میشه، مثلا اگه ما نام لاراول میگیریم که بالای پیش پی پروگرامینگ لنگویج جور شده است، اینجا در این فریم ورک پری ریتن کود، پری ریتن لایبرریز و پری ریتن کانفیگریشن فایل، دایرکتری استراکچر و این چیزا الریدی جور شدن. یعنی که ما سپگری کود
چی میشیم، خلاص میشیم. یعنی که پروگرامر و یا دیولپر یا کسی که اپلیکیشن رو دیولپ میکنه مجبور بر از این نیست که کل چیزها رو خودش منتین بکنه فرام سکرچ، هر یک لایبرری نوشته کنه فرام سکرچ، ای پی آی جور بکنه فرام سکرچ، فایل استراکچر و دیری استراکچر خود منتین بکنه و با می ترتیب کل کارا رو خودش بکنه. و در اکثر فایل ها معمولا شما اکسپیرینس دارین که کل کارا رو که شما فرام سکرچ میکنین then that will create much messy code. از این خاطر یک فریم ورک پری ریتن لایبرریز دارن، پری ریتن کلاسز دارن، پری ریتن دایرکتری استراکچر و چیزا داره که ما فقط او را فالو میکنیم و اکثر کارهای ما اتومات میشن از ای پی آی استفاده میکنیم، از پلاگین هاش استفاده میکنیم. سو دات از د به اصطلاح نید فور د فریم ورک. با می ترتیب تعریف ویکیپیدیا است که ایرم شما خوانده میتونین. موستلی هم یک گپ است که وقتی که ما یک اپلیکیشن سافتویر اپلیکیشن سپسیفیک کار میخوایم نوشته کنیم، ما وقتی که ما میخوایم که یک به اصطلاح ستندرد و آر یک طریقی خوب و یک طریقی آسان و یک طریقی باشه که زیاد دو ما در جنجال گیر نباشیم، زیاد کارهای ما اتومیت باشه استفاده بکنیم، سو یوز اف فریم ورک. با می ترتیب در پی اچ پی پروگرامینگ لنگویج مختلف فریم ورک ها دیزاین شدن با توسط مختلف وندر ها، توسط مختلف مردم که مختلف فرزن کوردینیتور فریم ورک است، در تاپ وجود داشت، لاراویل فریم ورک است. با می ترتیب زیاد فریم ورک ها وجود دارن. درست است. Here you can see the framework نه از قسمه گفتم کوردینیتور فریم ورک است، EAS and others است. خب لاراویل فریم ورکی که ما انتخاب کردیم در ام زمان بعد از کوردینیتور در تاپ است، but if we see most of the people use the Laravel instead of coordinator. ای هر دویشان مطلب در تاپ لاراویل در تاپ پی اچ پی هستن. We can choose اگر شما سرچ بکنیم best پی اچ پی فریم ورکس you will see the coordinator in Laravel at the top. ما هم برای این کورس لاراویل انتخاب کردیم که زیاد قابل استفاده است. خوبی که فریم ورک شناختین و فایدش شناختین و بعضی از فواید و مکسر شما بعدن وقتی که پیش میریم شما باز کمپیر کردن میتونین کارهایی که ما تاله میکردیم با استفاده از پروسیجرال پی اچ پی یا آبجکت اورینتد پی اچ پی و کارهایی که ما با یک فریم ورک پی اچ پی میکنیم یو ویل سی مچ مور دیفرنس. فرقش رو با شما میبینین این یو ویل کمپیر ایت یور سلف. اولی درباره لاراویل اگه گپ بزنیم که لاراویل چه قسم یک پی اچ پی فریم ورک است، اینجا ما یک کمی معلومات درباره لاراویل از بعضی وبسایت ها براتون گرفتیم، بات ویل موستلی فالو د داکومنتیشن اف لاراویل. لاراویل ایجا اگر شما بیاین از خود داکومنتیشن فایل دار laravel.com برین و بعدن با داکومنتیشنش برین، مکمل معلومات، مکمل سینتکس، مکمل کد، everything that you want to know is here in the documentation. یعنی که اگر شما میخواین که لاراویل فریم ورک پی اچ پی را یاد بگیرین شما نیاز به هیچ کدام چیزی دیگه ندارین بجز از این داکومنتیشن. ما براتون راهنمایی میکنم و در این ویدیو لکچرها کارا را پیش میبریم، but to reference something you will always come to the documentation. مطلب قسم تالی چون موس لاراویل در دیولپمنت است، چند ماه پیش که ما استفاده میکنیم ما لاراویل ورژن 5 5.1 5.4 استفاده میکنیم، now it's up to 6 7.x. درست است. و تالی کدام موسلی مطلب از امی داکومنتیشن بازی از خورد خورد بوکلیتا و چپترا و نوتا تهیه شدن، but the main thing that we can still refer to is the documentation of Laravel. یعنی که اگر شما میخواین بخوانین و بفهمین یا رفرنس بتین you can always refer to this website documentation Laravel. اینو تم از بازی از جای تهیه کردیم که mostly based on داکومنتیشن است، از این داکومنتیشن گرفته شده. شما ایجم خوانده میتونین. ما زیاد درباره تئوریش پیش نمیریم because Laravel is programming language framework و پی اچ پی فریم ورک است که ما معمولا پرکتیکل کار دی میکنیم و کار پیش میبریم. خب بخاطر از اینکه بیسیکس لاراویل بفهمین، لاراویل چی است، چی را چه قسم یک دیزاین پترن داره، کدام فواید داره و کدام به اصطلاح فیچرها داره که ما میتونیم از او استفاده بکنیم که خوبی لاراویل برای ما نشان میده. فرست آف آل قسمی که ما پیشتر گفتم لاراویل خودش چی است، یک پی اچ پی فریم ورک است و اوپن سورس پی اچ پی فریم ورک است. یو نو وات ایت از، درست است که زیاد دی لاراویل روبست است، ایزی تو اندرستند
مطلب زیاد با آسانی ماده کار کرده میتونیم، زیاد با آسانی فهمیده میتونیم. ما زیاد کود دور و دراز خلاص میشیم. در لاراویل برای ما زیاد لایبرریز اند زیاد کلاس ها دیزاین شدن. ما فقط اون لایبرریز و کلاس ها را کال میکنیم، از دور و دراز اسکیول کوئریز خلاص میشیم، پروگرامینگ لاجیک ما بسیار مختصر میشه و از تمپلیت انجن هایی که لاراویل استفاده میکنه زیاد صاف هستند، پاک هستند، ایزی تو یوز هستند and robust هستن. So these are the advantages and that is why we use the Laravel. دو مهم گپی که Laravel به خاطر development از یک programming pattern استفاده میکنه، از یک design pattern استفاده میکنه که زیاد در programming development world قابل اجرا قابل استفاده است و زیاد مشهور است که عبارت از MVC pattern یا MVC architecture development است. معمولا شما شاید در سافتویر انجینیرینگ هم خوانده باشین و شما این ترم در ASP.NET زیاد شنیده باشین و یا در مختلف سافتویر دیولپمنت فرما از استفاده میشه. اگر بگویم که در این دور موسلی سافتویر که دیولپ میشن با استفاده از این پترن دیولپ میشه، that is Model View Controller or the MVC pattern. لاراویل هم از همین پترن استفاده کرده و همین خوبی لاراویل است که برای پروگرام را همو پترن ام وی سی را میتا which is a widely used and mostly used pattern nowadays. خب قسمی که گفتیم لاراویل برای ما a rich set of functionalities میتن and features میتن which we can use and build up our application very easily, very neatly and very clearly. خب زیاد درباره از این گپ نمیزنیم فواید لاراویل چی هستن. زیاد فواید داره، معمولا اینجا مختصرش هم اگر ما بگوییم که the web application becomes more scalable owing to the Laravel framework. یعنی در Laravel framework که ما یک web application جور میکنیم زیاد scalable میشه. We can scale it to any extent at any time and very easily. نیتانایی که scalable است با آسانی scalable است. با می ترتیب considerable time is saved. وقتی که ما در لاراویل یک اپلیکیشن دیولپ میکنیم، قسمی که ما پیشتر گفتم we get rid of all the spaghetti code. ما از زیاد چیزا چی میشیم بیغم میشیم و کل چیزا لاراویل برای ما هندل میکنه. We just need to call some methods, call some libraries and classes and that's all. درست است در بسیار یک کمی وقت ما بسیار یک اپلیکیشنی خوبه جور کرده میتونیم. And next it includes the namespace and interfaces to help organize and manage resources. به خاطر resource management organization برای ما namespace ها, directory structure, folder structure, file structure مکمل داده شده and we can manage our application very easily. برای خاطر استفاده از لاراویل ما دو چیز مهم داریم، یکیش کمپوزر است و یکیش آرتیسن است که سیلا انترفیس لاراویل است. در باره از باتن گپ میزنیم وقتی که انستالیشنش هم میکنیم. And here you can see all the features that Laravel provides. These are not all, but most important features. Laravel ازی کدام زیاد خوب فیچر آره برای ما میده. فرضاً اگر ما بگویم مودلاریتی، Laravel برای ما تقریباً کی 20 تا بیلدن لایبرریز میدن یا مودولز میدن که ما میتونیم از او استفاده کرده اپلیکیشن خود را دیولپ بکنیم. و می ترتیب تستیبیلیتی، Laravel به خاطر تست کردن اپلیکیشن ما مختلف تست کیس ها را برای ما تیار کرده میتن. با می ترتیب راوتینگ، لاراویل برای ما یک طریقی واحد و یک طریقی فلکسیبل راوتینگ آلریدی در اپلیکیشن گرفته و برای ما میده. با می ترتیب کانفیگریشن منیجمنت، او ار ام کوئری بیلدر، ما وقتی که کوئری ها را لاراویل استفاده میکنیم ما کوئری های دور و دراز نوشته نمی کنیم که select static from tbl where id is equal to this and for example date is equal to this. You insert into tbl students and the name of the columns and then we provide the parameters and the values. از او کلی چیزها ما خلاص میشیم در لاراویل بخاطر که لاراویل از خود یک کوئری بیلدر داره. ما فقط کال میکنیم یک فانکشن، یک میتد لاراویل داریز، یک میتد الیکوینت او آر ام داریز. فور اگزامپل که ما نوشته میکنیم که student insert and that's it. We get rid of anything. با می ترتیب سکیما بیلدر، وقتی که ما دیتابیز خود دیزاین میکنیم لاراویل برای ما مایگریشن فایل ها را میده. با می ترتیب تمپلیت انجن، as I said before لاراویل یک تمپلیت انجن فالو میکنه که بسیار لایت ویت است، بسیار آسان، نیت اند کلین است. ما از کود دور و دراز خلاص میشیم، بسیار با یک سینتکس مختصر ما کارا را پیش برده میتونیم.
بر ایمیلینگ به لاراویل برای ما ایمیل کلاس هم میده که ایمیلینگ برای ما بسیار آسان میکنه. با می ترتیب لاراویل برای ما اتنتیکیشن فایل ها را الریدی جور کرده گی میده. Where we can register, forget password, send password, remind password, and login, logout, equally session related karara automate me kona bare ma. Ba me tartib Laravel diga feature hai shamas ki secure as. It has a layer of security which is ki ma waqt ki form submit me konem یا وقتی که دیتا روان میکنیم، وقتی که ما با یوزر انتراکشن داریم یا راوتینگ که میباشه، it passes through a secure layer. ایکولی فیچورها و خوبیای لاراویل هستن که ما این فریمورک پیچ پی را انتخاب کرده میکنیم به خاطر دیولپمنت یک اپلیکیشن. درست است. خب اگر ما براتون امی کلی فیچر های چیم که براتون گفتم یک اپلیکیشن لاراویل ما الریدی دانلود کردیم یا انستال کردیم، ما براتون نشان بدم. اگر شما بیاین اینجا ببینین، this is how Laravel organizes files. یک Laravel application است وقتی که شما fresh download کنین به شکل براتون معلوم میشه. درست است. اینجا این directory structure یا folder structure است که بعدا ما براتون میگم. قسمی که ما پیشتر براتون گفتم اگر بیایم به اصطلاح در schema builder, در migration, در database, these are the schemas that Laravel provides us. درست است. با می ترتیب ما اینجا جور کرده میتونیم. اگر ما بگیم که ما از راوتینگ نامیشه گرفتیم، these are the routes that Laravel provides us. اینجا pre-defined libraries, pre-defined classes and codes برای ما جور شدن و دهی file structure رو گناز شدن که ما همی file structure Laravel رو فارو میکنیم which is a standard way of doing things. درست است. خب زیاد if directory structure, folder structure و کلاس ها و چیزهای لاراویل ما وقتی که انستال کردیم بعدن گپ میزنیم. I just wanted to show you درباره یک چیزی مهم گپ میزنیم که شاید در ذهنتان سوال خلق شده باشه, which is the model view controller or the MVC, which is most important. ما اگر ای را بفهمیم بعدن میتونیم که در لاراویل کار بکنیم و یک اپلیکیشن لاراویل ما پیش ببریم و فرا بگیریم. خب قسمی که ما گفتیم امکان داره که بار اول ایترما رو شما میشنوین اکثرشان شاید در ذهنتان ننشینن. That's fairly fine. ما که پیش رفتیم ای کلی فیچرها و چیزهای لاراویل که خواندیم یا را ما میبینیم و کلیتان بایتان ویژوالی ثبوت میشن. Then you will understand. سر دو زیاد فکرتان چی نکنین. اینجا بیاین و قسمی که ما پیشتر گفتم که لاراویل basically چی هست. It is an open source PHP framework. That's it. فریمورک شما پیشتر دیدین از این تعریف که فریمورک چی است که ما فریمورک بالا یک پروگرامینگ لنگویج دیزاین میشه which provides us libraries, classes, a level of abstraction which provides us predefined standard way of developing application. درست است. یک فریمورک PHP است لاراویل که بنابر MVC یا Model View Controller Design Pattern جور شده در PHP which we will follow when we are designing a web application. یعنی که یک مهم گپ است که شما بفهمید که Model View Controller چی می باشه. خب اگر من یک کنسپت زیر Model View Controller Pattern یا Architecture برای تان بتم, فرضاً شما معمولاً experience دارین که ما در procedural programming language یا در object oriented یا به اصطلاح در raw PHP کاری که میکردیم یا اپلیکیشن که develop میکردیم, ما معمولا در یک web application سی چیزهای یا به اصطلاح سی ابعاد داریم که معمولا با او درگیر هستیم از او استفاده میکنیم تا که یک web application خود جور کنیم. او سی چیزها چی هستن؟ یکیش هم شما میفهمین که client میباشه. در یک ویب اپلیکیشن ما کلاینت داشته می باشیم. درست است. کلاینت یعنی که در کلاینت سیستم کلاینت یک براوزر خود باز میکنه و یک یو آر ال نوشته میکنه, یک دومین نوشته میکنه تا که ویب اپلیکیشن رو باز بکنه و او را ببینه. وقتی که کلاینت یک ویب اپلیکیشن رو باز میکنه, چیزهایی که اوجا برای کلاینت میآید و کلاینت میبینه و موستلی د مارکاپ لنگویج, د اچ تی ام ال پارت, د سی اس اس پارت, د جاوا اسکریپت پارت, ان آل دیز کلاینت ټکنالوژی را استفاده کرده و پیج برایش ډلیور میشه و د کلاینت انوایرمنت خود میبینه. با می ترتیب دوم با دوم چیزی مهم و ضروری که ما در یک ویب پیج داریم و چی میباشه, در گوی اپلیکیشن داریم بجز از کلاینت, کلاینت کی وب پیج خود به دست میاره, یک دومین که نوشته میکنه و ریکوست میکنه و او وبسایت یا وب پیج وب اپلیکیشن برش میایه. از کجا میایه؟ معمولا از یک وب سرور میایه. دوم چیزی
مهمی که استفاده میشه موسلی وب سرور میباشه. درست است؟ خب و وب سرور دیتایی که میگیره، دیتایی که برای کلاینت نیاز باشه، دیتایی که کلاینت ذخیره میکنه، ریتریو میکنه، سرچ میکنه یا یک آپریشن بالایش انجام میده، او دیتا در کجا میباشه؟ در بعد سیوم، در بخش سیوم یک اپلیکیشن ما که او را ما موسلی چی میگیم؟ دیتابیز میگیم. به اصطلاح در ایز if I draw it like a database, like a database. This is not a good drawing. اگر ما بگویم this is the database part. درست است؟ این سی چیزهایی یک دو سی سی چیزهایی هستند که با هر ویب اپلیکیشن، با هر ویب سایت یا با هر یک دینامیک ویب اپ ما درگیر می باشیم استفاده می کنیم. کارهایی که ما تاله میکردیم در پروسیجرال پی اچ پی یا به اصطلاح در را پی اچ پی ما چی میکردیم که ما معمولا اگر ما بیایم اینجا بگویم ما معمولا یک اپلیکی یک وب پیج می داشتیم به این شکل فرضاً فرد واز وب پیج برای وب پیج یک نام می دادیم سپوز دات از اندکس دات پی اچ پی و در وب پیج خود آمده ما کد خود نوشته میکردیم and most often این کوری که نوشته میکردیم that was all collection of everything یعنی اینجا دی کود معمولا ما این client side کود هم میداشته میبودیم که mockup in html css and all that mostly ما server side کود که اینجا میبود قسمی که ما در php queries and connection اینی چیزها رو نوشته میکردیم در من قسم php file هم رو maintain میکردیم با می ترتیب با database که ما interaction میداشتیم او کود هم ما در همین web page در پیچ پی فایل نوشته میکردیم این it was all messed up از spaghetti code که ما ذکر میکردو میره میگیم now this becomes a messy file a spaghetti code که کلی چیزها رو ما در قسم پیچ پی فایل ها میگیریم خب باز از طریقه رو ما در چند کلاس پیش گفتیم که ما کود خود سپریت میکنیم that is we create some classes or we create some PHP files which will include in other files but again what is that those are as well some random php files فرضاً اگه ویجا من نوشته میکنم که ما یک php فایل دیگه دارم برای کانکشن con.php همی کاری که ما در کلاس های پیش میکنیم این php فایل خود ما include میکنیم در این php فایل بعدن از این استفاده میکنیم یا فرضاً اگه بگویم یک فایل دیگه بود that is some insertion فایل اگه ایجا کودی می بود از این کود ما استفاده میکنم در این فایل یا از این کود ما استفاده میکنم در این فایل یک قسم یک structure برای ما جو می شود which is not a well defined structure درست است؟ خب از این جانجا و از این چیزات بارزی که ما خلاص شویم what do we do؟ ما یک design pattern داریم که در اکثر programming language ها follow می شود that is the MVC pattern یعنی که اگر ما از این تیر شوم و بگویم که ما اپلیکیشن خود را develop می کنم یا build می کنم به سه بخش فایلش تقسیم می کنم یکیش می گیم view files یکیش هم میگیم controller files و دیگهش هم میگیم models به این سه بخش کل فایل اپلیکیشن خود تقسیم میکنیم خب view فایل ها کدام فایل هستن کل فایل هایی که viewable to the user میباشن یا viewable to the client میباشن that the client interacts with that the client sees are all the view files For example, اگر ما بگویم که .php files which mostly contains the HTML, the CSS and the JS امو فایل هایی که مارکاپ دارن یا ویوابل تو دی یوزر می باشن که تنها یوزر با وی انتراکشن باید داشته باشه او کل فایل ها کل کودا را ما در یک بخش می مانیم That is called the view part That is the view part با می ترتیب وقتی که ای فایل ریکوست میشه یا دی فایل دیتا نیاز میشه از کجا باید بگیریم ریکوست ما میایه به سرور اینجا ما یک سرور داریم و در اینجا ما اپلیکیشن لاجیک یا اگه بگویم با اصطلاح بزنس لاجیک خود نوشته میکنیم و دیتا ما که ذخیره میشه و فایلایی که با ذخیره دیتا، ریتریف کردن دیتا، منیپولیشن دیتا و این چیزا کار دارن سکیمای ما را جور میکنن او را ما در یک بخش جدا میمانیم در بخش دیتا بیز خود DB درست است؟ This contains all the DB related activities
ای اپ ډیزاین پیټرن کې ما فارم میکنیم به خاطر اپلیکیشن ډیولپمنٹ دس اٹ سلف از کالډ ماډل ویو کنټرولر به خاطر کې ما فایل اپلیکیشن خود به سه بخش تقسیم کړیم یک بخشش گفتیم ماډل دوم بخشش گفتیم ویو و سوم بخشش گفتیم controller that is called model view controller in VC as you see چیزا گرفته شده models the views and the controllers شما یک basic idea را شاید grab کرده باشین که model چی است models are mostly the files which act upon the database schema the tables in the database the relationship between them and everything درست است او را query کردن او را save کردن insert update delete ای چیزا را که میکنه follow که او کارا میکنه ما او را models میگیم و او را در model classes جور میکنیم تهیه میکنیم با می ترتیب views چی هستن these are the HTML or CSS parts the client side parts which the clients interact with clients see clients use them in order to get data from the model درست است و بخش سوم چی می باشه کنترلر فایل ها می باشه جایی که ما بزنس لاجیک اپلیکیشن لاجیک خود نوشته می کنیم این کنترلر فایل چی میکنه یا ببینین یک بیسیک ایده را ما براتون بگم وقتی که یک کلاینت یک ریکوست میکنه در یک وب پیج ریکوست از سبمیت میشه به کنترلر کنترلر ویجا میبینه که چی را ریکوست کردن کدام پیج را ریکوست کردن کدام دیتا را ریکوست کردن یا در ریکوست چی برای ما آمده اینجا ای بزنس لاجیک اپلیکیشن لاجیک که گفتیم ای را ایوالویت میکنه میبینه که در ریکوست چی وجود داره چی را از ما خواسته از کجا او دیتا را بگیرم او کلی معلومات در این کنترلر فایل وجود داشته میباشد اگر کنترلر فایل ریکوست هندل خودش کرده میتونست و او ریکوستش همیجا از همی اپلیکیشن لاجیک یا بزنس لاجیک پورا می شد so it will calculate all the results and arrange that data او دیتا را پس به شکل ماکاپ به شکل ویو روان می کنه به کلاینت کلاینت او دیتا را می بینه and solve its problem با می ترتیب اگر فرضاً نیاز باشه که کلاینت یا از همی ویو فایل یک ریکوست روان شوه برای سم دیتا ای ریکوست ما باز می آیا برای کی؟ برای کنترلر ما کنترلر ما او را می بینه که ریکوایر سم دیتا از کدام مدل ما باید را بگیرم کل معلومات ایجا بای اپلیکیشن لاجیک و یا کنترلر فایل ما می باشه او کنترلر ریکوست می کنه به مدل ما مدل مربوطه ما را میشناسه از او دیتا را میگیره یا دیتا را ذخیره میکنه هر اپریشنی که است از اونجا که برش پس ریسپانس بیاد میه این ریسپانس پس روان میکنه به HTML ما از این طریقه کار که ما استفاده میکنیم what are we doing we are following a design pattern or a development architecture called the MVC design pattern تالی ما ای را نمیکنیم تالی ما چی میکنیم قسمی که ما پیشتری جبرتان گفتم تالی ما کلی کود در قسم یک فایل نوشته میکردیم دو اندکس فایل ما موسلی کانکشن کود ما می بود مدل ریلیتد کویریز ما می بودن بزنس لاجیک ما اوجه نوشته میکردیم everything was all there که سیکیور هم نبود ارگانیزیشن اپلیکیشن ما خوب نبود سکیلیبیلیتی موجود نداشت هیچ کدام پرامیتر ایجا ما پراپرلی مینتین کردن میتونستیم ما دوم گپی مهمی که در این قسم یک انوایرمنت we are not following any file structure or directory structure which is very important agar ma pasantar khud ma miayim va dar qism yak environment farzan yak 5 ma 6 ma bad ami application khud ami binim u ma ray khud gum mikonim ma majbur hastim ki az yak file ba diga jam konim az diga file ba diga jam konim without knowing anything magam dar qism yak environment where we have model view controller bai shakal ke for example i have a model I have a view and I have a controller that is a view model controller MVC. یعنی که کمی ضعیف سکرینی تان شاید یک کمی دیرتر اپریت شد یعنی که آوازی من پاس پیش نمیشه که باز نگوین که آواز پیش است و کار پس است فقط یه دیسپلی سکرین یک کمی پاس آنتر میره درست است؟ خب ایجا چی میشه قسمی که گفتم ویو فایل ما در یک جای می باشه ایجا ما براتون داری لاراویل اپلیکیشن نشان میتوم that is اگر ما بیایم یک لاراویل اپلیکیشن است کلی ویو هایی که ما می باشه اینجا در یک فولدر با نام ریسورسز د ویوز اینجا ببینید کلی پی اچ پی فایل هایی که یوزر رو را دیده میتونه ما در اینجا میمانیم با می شکل قسمی که گفتیم مدل فایل های ما کلیشان در دیگه جای می باشن where is my screen
خب به این شکل ویو فایل ها را شما دیدین که معمولا در کجا می باشند، در یک دایرکتوری ما او را میماریم، در اپلیکیشن خود در ریسورسز با نام ویوز ما یک دایرکتوری داریم. با می ترتیب مدل فایل های ما که می باشند کلشان در دیگر جای می باشند. فار اگزمپل اگر ما بیایم در اپ و از اینجا ما بیایم این مدل فایل های ما هستند، درست است؟ دیز ار پی اچ پی کلاسز. با می ترتیب کنترلر فایل های ما که هستند یا کلشان در دیگر جای اپلیکیشن لاجیک در دیگر جای منظم میشه. فار اگزمپل اگر ما میایم در اپ، در سوری نات این اپ، اگر ما بیایم در کانفیگ و لیت می جست فایند دم یاب اپ اند دن اچ تی تی پی اند دن کنترلر، اینجا ببینید یا کلی کنترلر فایل های ما هستند. و قسمی که ما پیشتر براتون گفتم در فیچرز لاراول ما اتنتیکیشن ها بیلت ان داریم. اینجا اگر شما بالای اتنتیکیشن کلیک کنید، دیز ار آل دی کلاسز دات ار رجیستر، فورگت پاسورد، لاگ ان کنترلر، رجیستر کنترلر، ریسیت پاسورد، این کلی چیزا الریدی برای ما داده شدن و دی فایل استراکچر و فولدر استراکچر برای ما تیار شدن. اینجا دیگه هم زیاد چیزا وجود داره که بعدن ما میبینیم. سو دیس از why and this is how we use the Laravel framework. و شما فهمیدین که model view controller MVC framework که پیش پیچی هست و چطور ما استفاده میکنیم. So you just read these notes and go to the documentation. اوجا شما ببینین یک طرف دیگه طرف یک بازی چیزها را بخوانین، you will grab much idea of the framework. Framework نهایت آسان است. ما فقط خواستم در این ویدیو یا در این لکچر براتون یک ایده بدم که why we use frameworks, what is the advantage of the framework. ما چرا از procedural یا از raw PHP میایم به یک framework و از این استفاده میکنیم. To give you an idea. You just read these notes and in the next video of this lecture I'll just tell you about the installation of the Laravel. It is a qism ya Laravel project da shuma chtor migirin az kuja migirin installation process chi ast dar bore digar.